برای بحث بیشتر در این مورد محمد عیسی ساقزایی رئیس کانگرس ملی افغانستان در برنامه وصل هستند. بیشتر با اونو صحبت ها را ادامه میدیم. آقای ساقزایی سلام بر شما، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. بیاین بحث را از اینجا آغاز بکنیم که خب کشورهای زیاده به خاطر همدردی با آسیب دیدگان زمین لرزه اخیر در چند ولایت افغانستان صدا بلند کردن و کمک کردن به آسیب دیدگان و همطور نهادهای مدد رسان هم. واقعا چه پیام را رساندن؟ سلام به شما خوار خاطره و بینندگان تلویزیون جهانی طلوع نیوز. ما سوال شما را گرفتم. خوب از صورت قبل از اون میخواییم که این فاجعه واقعا فاجعه اول واقعا مهبار بوده و یک تراژدی برای مردم افغانستان تلقی میشه. از نام و رهبری کنگرس ملی افغانستان میخواییم و تمام جان پختگان و فامیلایشان تسلیت ابراز کنم و از خداوند آرزومند استم که بهشت برین نصیبشان شود و به زخمی ها آرزومند استم که اینا هرچی زودتر شفا یابند. بناهن یک فاجعه بسیار دردناک و مرگبار است برای مردم افغانستان. این مسئولیت نه تنها مسئولیت ملی است که هم حکومت طالبا و هم مجموع نهادهای مدنی و اجتماعی و متمولین افغانستان کمک کنند. یعنی از هر ناحیه ملی و بین المللی باید به این فاجعه رسیدگی شود. خوب کمک هایی را که نهادهای بین المللی انجام میتن، اینا مسئولیت انسانی دارن بر بنیاد کنوانسیون های بین المللی، بر بنیاد اعلامیه جهانی حقوق بشر باید این صورت بگیرن. برای اینکه یک فاجعه بسیار گسترده جهانی است که در طی بیشتر از 80 سال در دنیا به وقوع نپیوسته و امروز واقعا یک تهدید است برای آینده افغانستان که دوباره افغانستان به طرف یک فقر بسیار وحشتناک کشانده خواهد شد. کشورهایی که کمک کردن و در آخرین کمکی هم که 2.5 میلیون کشور انگلستان صحبت کرده که ما کمک میکنیم و بعضی نهادهای بین المللی صلیب سرخ، جامعه به حساب ملل متحد و همچنان کشورهای همسایه کمک های خود تلاش کردن که به افغانستان برسانند. مگر یک تجربه که داریم ایو بارتن عزیز که شما ببینید در 20 سال گذشته در افغانستان صدها میلیارد دلار کمک شد که باید افغانستان ساخته شد، افغانستان بازسازی شد، افغانستان ساختار حرفه‌ای و پروفشنال به وجود بیاید. نه تنها که کمک ها منجر به ایجاد یک سیستم معیاری یک دولت و یک ساختار سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در افغانستان نشد، بلکه امروز افغانستان خب آقای ساقزایی آلا کمک هایی که صورت میگیره درست است که کمک هایی که در 20 سال گذشته صورت گرفت کارهای بنیادی صورت نگرفت، برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی مردم و زندگی مردم کار صورت نگرفت. حالا این کمک هایی که صورت گرفته مشخصا برای آسیب دیدگان زمین لرزه مرگبار اخیر است، کشورها با این کمک هایشان خواستن چه پیام را واقعا به مردم افغانستان و همونطور بر جهان برسانن؟ خب تمام کشورهایی که کمک میکنه من جمله نقش اساسی ملل متحد دارن، صلیب سرخ دارن که اینا مسئولیت مستقیم دارن برای جلوگیری از فاجعه بشری، مسئولیت مستقیم دارن که برای کسانی که دچار این سانحه یا دچار این اوضای به حساب آفات طبیعی میشن اینا با تمام قوت هم مسئولیت های انسانی خود بشر دوستانه خود انجام بدن مطابق قوانین بین المللی و کنوانسیون های بین المللی. یک مسئله است. مسئله دیگه ایست که مرزی امر یک قرارگاه یک مرکزی ضرورت است که مسئولیت هم حکومت طالبا داره. خب حکومت طالبا هم در این مدت زمان دما اینا چانس زیر هم نداشتن و ای که نتانستن یک سیستم را ایجاد کنن که مشروعیت ملی و بین المللی هم بگیرن. از این خاطر ما به یقین هستم که اینا هم باید یک قرارگاه مرکزی ایجاد شود از شخصیت های با تجربه در امی بخش، از کسانی که در بخش های تجربه دارند، در بخش های کمک به زلزله کسانی که مرتکب از این وضع تراژدی ولی آقای ساقزایی خب حالا وضعیت است که استراری از خیلی جدی از باید به زودترین فرصت بین می خانواده ها و قربانیان کمک صورت بگیره برشان رسیدگی شد. فکر نمیکنه اون چی که شما میگین خیلی زمانگیر است و باید راه بدیل سنجیده شود؟ در قدم نخست یک کمیسیون یا قرارگاه مرکزی ایجاد شود متشکل از بهترین متخصصینی که نهی رشته تخصص دارن، هم تجربه دارن، صرف نظر از هر نوع ملحوظات سیاسی. این قرارگاه باید هم متخصصین داخلی داشته باشه هم خارجی که کمک ها را
درست و به موقع بدون از اینکه کمک ها عیف و میل شود، بدون از اینکه کمک ها به طور غیر حرفه‌ای به کار برند، این زمینه ها را مساعد بسازند که به طور حرفه‌ای و اکادمیک کمک ها به مراجع اساسی و اصلیش برسه کسانی که متضرر شدن. خب شما میگین یعنی مسئولیت کسایی است که امروز در رس قرار دارن، یا نهادهای خارجی و مدد رسان هم باید تیم نظارتی داشته باشند؟ کاملا مشترکان، یک قرارگاه مشترک، یک کمیسیون مشترک است حکومت طالبان، یک کمیسیون مشترک است ملل متحد تحت رهبری ملل متحد. مجموعه کشورهای دنیا باید زیر نظارت حکومت، زیر نظارت دیگر شخصیت های اکادمیک و با تجربه افغانستان این قرارگاه ایجاد شود. قرارگاه با یک دیسیپلین و یک سیستم نظارتی برنامه را پیش ببرند تا بتوانند که کمک ها را به افراد اساسی و اصلیشان که متضررشون برسانند و هر چی زودتر به این فاجعه خاتمه داده شود. خب بله بله تمام دوی ما، تمام عقل ما و دانش ما و تجربه ما در این سمت بره که کمک های فعال نشه و هر چی زودتر به موقع ما بتوانیم که متضررین کمک کنیم و کسانی را که زیر خاک باقی ماندن، حتی مرده هایشان، حتی کسایی که امکان داره در می سه روز زنده در زیر خاک باشن، اینا را بیرون بکشن و به این فاجعه خاتمه بدن. خب تا حالا هم اقدامات که صورت گرفته به خصوص از سوی حکومت کنونی، شما چطور میبینین؟ هم اقدامات کافی بوده؟ خب بر صورت خود حکومت طالبا مشکلاتشانی است که هنوز یک دولت حرفه‌ای ایجاد نکرد، یک دولت پروفشنال در سایه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، یعنی تمام زیر ساخت های افغانستان از هم پاشیده بوده. بنان یا نه تنها نتانستن یک سیستم ایجاد کنند، یک سیستمی که بر میارهای ملی و بین المللی حکومت باشه، یک سیستمی که بر میارهای ملی و بین المللی دولت باشه و بتانن اعتبار ملی و بین المللی را کسب کنند، این یک چالش بسیار بزرگ و کلان است. ولی باز هم فعلا یک حالت ایمرجنسی است، یک حالت بسیار اضطراری است. در چنین میتونن که یک بخش از رهبرهای خود، یک بخش از رهبرهای صرف نظر از هر نوع مسائل تعصبات سیاسی و قومی و نژادی و مذهبی، افرادی که در این رشته تخصص داره، اینا را کمک شه بخواهند. در همین قرارگاه متخصصین داخلی، متخصصین بین‌المللی، نماینده حکومت و حتی نهادهای مدنی و اجتماعی و سیاسی در اشتراک کنند و همه توجه کنند که چگونه بتوانند به این فاجعه خاتمه بدن و به مردم که متضرر شده کمک برسه و هرچی نه تنها که کمک برسه، بلکه اینا همه چیز خود دست دارن. بله آقای شاغزایی، من میخوام مشخصا همین پرسش مطرح بکنم. تا حالا می اقداماتی که صورت گرفته چقدر اینا از طریق درستش به پیش رفتن و آیا همین گونه اگر ادامه بتن میشه چاره ساز باشه؟ ببینین هر بحران یک مدیریت کار داره. بله. یک قرارگاه کار داره. یک قرار مرکزی کار داره. یک قمندانیت کار داره. چون قرارگاه توان ایجاد داشته، چون این مدیریت هنوز وجود نداره. تا وقتی که این مدیریت ایجاد نشه ما نمیتونیم سیستم ایجاد کنیم. بدون سیستم آقای زغزایی، با توجه به اینکه خب ما داشتیم گزارشگران را تا همه امروز در پکتیکا هستن، اونجا حضور دارن، شاهد چندین پس لرزه دیگر بودن، یعنی هنوز هم مردم این منطقه با خطر مواجه هستن، با خطر زمین لرزه مواجه هستن و اونا هنوز هم در مو پسمانده های خانه هایشان که هست بر خود کوشش میکنن یک جایگاه پیدا بکنن و یک جایی را بسازن که بوده باش بکنن. فکر میکنین در این زمینه باید چقدر کار صورت بگیره حداقل اونا در یک منطقه برده شوند که محفوظ بمانند؟ خوب از لحاظ کمک های بشری جهان هم جدا مسئولیت داره. ملل متحد باید تمام جهان متوجه از فاجعه بسازه و سیستم ایجاد کنند فورا با کمک حکومت طالبا. هر امکانات حکومت طالبا داره باید در خدمت نهادهای بین المللی که میخواهند کمک کنند قرار بدن، همین سیستم ایجاد کنند، کمیسیون ایجاد کنند، اینا بتانند که دو مسئله را حل کنند. مسئله اول به این فاجعه رسیدگی کنند، کسایی که متضرر شدن خان ندارن برای زنا پناهگاه ایجاد کنند، کسانی که نان ندارن برای زنا نان، کسانی که کمک های سی ضرورت دارن و بالاخره کسانی که در زیر خاک باقی ماندن اینا را کمک کنند. بخش دوم دیگه ایست که اینایی که متضرر شدن خانه ندارن، کاشانه ندارن، اولاد خود، خانم خود، بله، شانه خود، همه چیز از دست دادن برای زنا دوباره مسکن ایجاد شد، برای دوباره زندگی نرمال که یک انسان در قرن 21 باید داشته باشه، کمو نان است و همو خانه است، همو پناهگاه است، همو کارت با ایندی اولادش است، این مثلا مد نظر گرفته شود. این فقط میتونه در یک تفاهم دقیق صادقانه انسانی و ملی چی از طریق دولت و چی از طریق نهادهای بین المللی تنظیم شود تا به این فاجعه به طور درست. بسیار زیاد تشکر آقای سغزایی، ممنون که در برنامه با ما بودین. وقت شما بخیر.